لقب جدید رونالدو، رکورد راموس، بنزما پنجمین گلزن، علاقه واضح هالند به ریال، عبور موفقانه بارسا از بحران. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. جورجینو رودریگز نامزد کریستیانو رونالدو این بازیکن را زئوس خطاب کرده و به نظر می‌رسد که ستاره یووه در خانه نیز با این نام صدا زده می‌شود. سرخیو راموس کاپیتان ریال مادرید از زمان حضورش در ترکیب این تیم در لیگ قهرمانان دو رکورد جالب را دیشب به ثبت رساند. کریم بنزما پنجمین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شد که موفق به زدن 70 گل در این بازی ها می شود. نشانه های روشن از احساس ایرلینگ هالند برای آل مادرید دیده می شود که به خصوص پس از پیروزی این تیم در UCL واضح شد. اگر به تاریخ علاقه داشته باشید، قطعا با واژه زئوس که در زبان یونانی به معنی پادشاه خدایان و فرمانروای تمام زیارتگاه های واقع در کوه آلپس را شنیده اید. این لقب این روزها به کریستیانو رونالدو نیز استفاده می‌گردد و کسی که این لقب را به ستاره یوونتوس نسبت داده است، کسی نیست جز جورجینیو رودریگز نامزد این فوق ستاره پرتغالی یوونتوس. در روزهایی که شایعات در مورد جدایی رونالدو از یوونتوس و بازگشتش به ریال مادرید در تابستان بعدی خیلی زیاد است، جورجینیو تصویر از رونالدو را در استوری اینستاگرام با عبارت زئوس نشر کرده و به نظر می‌رسد که در خانه نیز این بازیکن را با همین اسم صدا می‌زند. جورجینیو پس از هتریک رونالدو برابر کالیاری و شکسته شدن رکورد پلی توسط این بازیکن چنین اسم را به کار برده و خواسته به بهترین شکل ممکن از نامزادش تمجید کند. دیشب ریال مادرید با 3 گل بنزما، اسنسیو و راموس توانست آتالانتا را 3-1 شکست بدهد و جواز صعود به دور بعدی را کسب کند. در این دیدار که راموس در دقیقه 60 از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد، ضمن این که با رکورد پیکه مساوی کرد، همچنان با ریال شکست ناپذیر شد. راموس با گل دیشبش به جایگاه دوم جدول مدافعان رسید که بیشترین گل زده در تاریخ لیگ قهرمانان را دارد. در این فهرست روبرتو کالوس مدافع سابق ریال مادرید با 16 گل صدرنشین است. سرخیو راموس 15 گله شد و در عدد دوم استاد، در حالی که جرارد پیکه با همین تعداد گل در عدد سوم است. ایوان الگویرا نیز با 15 گل چهارم و دنی آلوست با 12 گل پنجم میباشد. در همین حال ریال مادرید با کسب پیروزی دیشب و صعود به 1/8 نهایی با داشتن سرخیو راموس در ترکیبش از سال 2015 از لیگ قهرمانان در مرحله 16 نهایی حذف نشده است و این نشان می‌دهد که راموس روی بازی و ترکیب ریال مادرید به شدت تاثیرگذار است. کریم بنزما با وسم رساندن 1 گل در دیدار دیشب تیمش برابر آتالانتا به پنجمین بازیکن بدل شد که 70 گل در لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رسانده است. این بازیکن 33 ساله در 126 مسابقه این تعداد گل را به ثمر رسانده، یعنی بیش از 30 بازی بیشتر از آنچه رابرت لواندوفسکی در بایر مونیخ طول کشید تا در مرحله گروهی این فصل همان امتیاز را کسب کند. تعداد بازی های بازیکنان برای رسیدن به 70 گل در لیگ قهرمانان: میسی 90 بازی، رابرت لواندوفسکی 93 بازی، کریستیانو رونالدو 106 بازی، کریم بنزما 126 بازی، راول گونزالس 123 بازی. میسی 27 سال و 134 روز، کریستیانو رونالدو 29 سال و 259 روز، رابرت لواندوفسکی 32 سال و 74 روز، کریم بنزما 33 سال و 87 روز، راول گونزالس 33 سال و 282 روز. کریم بنزما در لیگ قهرمانان 58 گل از 70 گلش را برای ریال مادرید یعنی 107 بازی و 12 گل برای لیون یعنی 19 بازی را به ثمر رسانده است. بنزما یعنی 2005 تا 2021 همچنین با گلزنی در لیگ قهرمانان یوفا برای 17 سال تقویم با رکورد میسی یعنی 2005 تا 2028 و راول 1991 تا 2015 برابری کرده است. البته گفتنی است که همه آمارها فقط از مرحله گروهی تا فینال هستند. در ترکیب ریال مادرید بازیکنان مهم هستند که هر روز زیدان بیشتر از دیگران به آنها نیازمند است، ولی در این بین کریم بنزما مهاجم فرانسوی توانسته با درخشش خود همه را تحت تاثیر قرار دهد. او در این روزها بیشتر از پوشکاش گل زده است، بیشتر از زنیدن زیدان پاس داده است و جام های بیشتر نسبت به رونالدو گرفته است. آیا او مستحق مجسمه خارج از برنابو نیست؟ ایرلینگ هالاند ستاره نروژی بورسا دورتموند پس از پیروزی ریال مادرید در مساف با آتالانتا در لیگ قهرمانان اروپا پست دو بازیکن ریال را لایک زد تا نشان دهد که او به ریال مادرید علاقمند است. شایعات و گمانه‌زنی درباره مقصد جدید هالاند به مدت طولانی پخش شده است. لازم به ذکر است مهاجمی که نیم اروپا آرزوی او را دارند که این تابستان دورتموند را ترک خواهد کرد، علیرغم اینکه مدیران باشگاه آلمانی برای حفظ وی تلاش کردند. یکی از تیم‌هایی که به هالاند علاقمند است ریال مادرید میباشد که همچنین با امکان امضای کیلیان امباپه یعنی PSG به دنبال خل اروپا است. منچستر سیتی با 2 کلین شیت دیشب رکورد طولانی‌ترین زمان گل نخوردن در UCL را به ثبت رساند. دیشب منچستر سیتی حریفش گلادباخ را 2-0 شکست و تا در بازی برگشت نیز برابر این تیم کلین شیت نماید. با کلین شیت دیشب منسیتی در بیش از 700 دقیقه بازی در لیگ قهرمانان یک گل دریافت نکرده که این دومین طولانی‌ترین زمان در تاریخ مسابقات است. شاگردان پپ هنوز به 5 ساعت دیگر بدون دریافت گل نیاز دارند تا رکورد بیش از 16 ساعت آرسنال در فصل 2006-2007 را شکست بدهند. به نظر می رسد که خوان لاپورتا موفق شده مبلغ 125 میلیون یورو لازم برای ضمانت‌های مالی را تامین کند و مشکل برای آغاز کار ندارد.
اولین بحران مدیریتی خوان لاپورتا قبل از انتصاب رسمی او به عنوان رئیس جدید اتفاق افتاد و او به دلیل انصراف خاومگیرو مشاور اقتصادیش که قرار بود ضمانت‌های مالی او را تهیه کند در گرداب بزرگ گیر ماند. به همین دلیل در چند روز آخر شایعات وجود داشت که اگر لاپورتا نتواند مبلغ 125 میلیون یورو لازم برای ضمانت‌های مالی را تامین کند، ریاست بارسا بار دیگر به دست اداره موقت خواهد افتاد و انتخابات دیگر برگزار خواهد شد. نشریه موندو دیپورتیو اما اعلام کرد که این مشکل حل شد و خوان لاپورتا این مبلغ را جمع‌آوری کرده و مشکل برای آغاز کار ندارد. گفته می شود که لاپورتا امروز اعتبارنامه خودش را عقد و ساعت 6 شام به وقت اسپانیا مراسم معارفه و در ورزشگاه نیوکم به اشتراک نزدیک به 300 نفر انجام خواهد شد. سرخی راموس کاپیتان ریال مادرید در بازی دیشب این تیم برابر آتالانتا پس از به ثمر رساندن گل دوم میزبان از روی نقطه پنالتی در دقیقه 64 بازی تعویض شد و جای خود را به میلیتائو داد. سرخی راموس تقریبا بلا فاصله پس از به ثمر رساندن گل دوم ریال مادرید برابر آتالانتا در دقیقه 60 بازی توسط زین زیدان تعویض شد. کاپیتان مادید با حرکت دست از زیدان خواست تا به او 10 دقیقه دیگر فرصت بازی بدهد، اما سرمربی لاس بلانکوس که قصد داشت آمادگی راموس را حفظ کند و در اولین هفته‌های بازگشت از مسئولیت فشار زیاد به او وارد نکنند، درخواست کاپیتان تیمش را نپذیرفت. سرخی راموس به تازگی و پس از ماه‌ها دوری از میادین و جراحی روی زانوی چپش به ترکیب ریال مادید بازگشته است. او در بازی برابر الچه و همچنین آتالانتا از ابتدا در ترکیب ریال مادید به میدان رفته است. کاپیتان با تجربه ریال مادرید در این دو بازی هیچ مشکلی در هماهنگی با تیم نداشت و چه در دفاع و چه در حمله فوق‌العاده ظاهر شد. همچنین در دیدار شب گذشته موفق شد از روی نقطه پنالتی گل دوم ریال مادرید را به ثمر برساند. به همین دلیل وقتی که زین زیدان در تلاش برای حفظ آمادگی راموس دستور به تعویض او داد، کاپیتان مادرید تلاش کرد تا در برابر این تصمیم مقاومت کند. دقایق قبل از تعویض دوربین‌ها سرخ راموس را نشان دادند که با حرکت هر دو دست از زیدان تقاضا می‌کرد که به او 10 دقیقه دیگر فرصت بازی بدهد. یک ساعت که راموس بازی کرده بود بدون مشکل پیش رفته بود، از ابتدای نیمه دوم نیز میلیتائو مشغول گرم کردن بود، اما کاپیتان دوست داشت که اندک بیشتر در زمین حضور داشته باشد. زیدان اما توجهی به خواست راموس نکرد و طبق برنامه در دقیقه 64 بازی میلیتائو را به جای او به زمین فرستاد. به نظر میرسد که راموس میخواهد تعداد دقایق بازی و احیای تعداد گل‌های زده خود را در این فصل افزایش دهد، اما سرمربی ریال مادرید که از تعداد بالای مسئولیت‌های بازیکنانش به سطوح آمده است، حاضر نیست حتی کوچکترین ریسک را بپذیرد، مخصوصا وقتی که در آن زمان تابلوی ورزشگاه پیروزی 2-0 شاگردانش را نشان میداد که برای صعود کاملا کافی بود. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.